سلام بر شما در این فراخبر. خواستهای مکرر برای باز شدن دروازه تعامل، اما بنبست در برابر آن. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت سرپرست، در مقاله گفته که کابل آماده است تا با آمریکا کار کند، اما تحریم های وضع شده باید برطرف شوند. آقای متقی در این مقاله که در پایگاه خبری الجزیره پخش شده افزوده است که رهبران تازه افغانستان باورمند به گفتگو و تبادل نظر هستند، اما این اقدام باید از هر دو طرف انجام شود. چرا با وجود خواستها دروازه تعامل با جهان باز نمی شود؟ آیا این خواستهای آقای متقی به کرسی عمل خواهد نشست؟ اینجا در فراخبر. نان شریک در بحث، آقایان معین گل سمکنه، رئیس حزب حق و عدالت اینجا در کنار ما هستن، و آقای احمد سیدی استاد دانشگاه با ما وصل هستن. مهمانان عزیز، سلام بر شما، به برنامه خوش آمدید. آقای سمکنه، اگر اجازه تان باشه بحث رو با آقای سیدی آغاز کنیم. آقای سیدی، شما در مورد مقاله امیرخان متقی که در الجزیره نشر شده چه برداشت کردین و ماهیت این مقاله چی است؟ بعد از سلام و عرض ادب خدمت شما جناب آقای سپهر، جناب آقای سمکنه، دوست گرامی ما و بیننده های شما، سلام و عرض ادب دارم. سلام. من نامه امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان را یک دو مرتبه به دقت خوندم، و از سوی دیگر چون این نامه از طریق رسانه الجزیره نشود، الجزیره از کشور قطر تمویل میشه و همسویی زیادی با طالبان داره، اما از نامه امیرخان متقی که محتویات همه جانبه دستاوردهای طالبان، عملکردهای طالبان دو تشریح شده بود، ولی از طرف مقابل چیزی به زبان نآورد. بعد از گذشتی اضافه تر از 24 ساعت عکس‌العمل‌های مثبتی را در رسانه‌های ملی و بین‌المللی ما نشنیدیم. تنها دو خبر را شنیدیم که خانم هدری بار نماینده حقوق بشر نشر این مقاله رو محکوم کرد و گفت که جایی را نمیگیره و دستاوردی نیست، و همچنین خانم شروع معاون وزارت خارجه امریکا هم اکثر عملی منفی داشت، ولی اکثر عملی مثبتی که دنیا با این نامه تمکین کرده باشه من نشنیدم و تا اون روز نشنیدم. اما آنچه که باور من بهتر می بود که آقای امیرخان متقی در حالی که بعد از گذشت نزدیک به 2 سال اعتراف کرد با امریکا، دست دوستی دراز کرد با یک اشغالگر که دیروز طالبان رو اشغالگر میگفتن، به یک اشغالگر دست دوستی دراز کرد. باور دنیا به یک است که اگر امیرخان متقی یا کسی دیگه نامه می نویسه اینا تصمیم گیر نیستن، نامه و هدایت وقتی به نزد دنیا مدار اعتبار و باورمندی است که از قندهار صادر شده باشد، از دفتر ملا حیوت الله صادر شده باشد. دنیا میدانه که امیرخان متقی و کسان دیگری که حرف میزنن حرف آخر به قندهار زده. و سوی دیگر بسیار خوب میبود که جناب آقای متقی ترن، چون سیاست جاده یک طرفه نیست، اون چیزی را که از خود خودش نکردن که امنیت است، دستاورد است، عفی عمومی است، بعد طرف مقابل را میگفتن که ما با خواسته های طرف های مقابل که باز شدن مکاتب و دانشگاه ها است، حقوق بشر است، حکومت اون است، به اینا هم تمکین میکنیم یا نمیکنیم. از اون چیز ما چیزی نشنیدیم. بسیار بسیار زیاد تشکر آقای سیدی، به شما برمیگردیم روی جزئیاتش که بعد از این چی باید شوه. آقای سمکنه، شما در اینجا هستین در داخل کابل و هر روز سیاست ها را تعقیب میکنین، و از عملکردهای امارت اسلامی تا سیاست خارجی تا واکنش های بین المللی، حالا با این مقاله که نامه که به گفته آقای سیدی نشر شده، چی میخوان امارت اسلامی؟ به دنبال چی هستن؟ مخصوصا وزارت خارجهش. تشکر به نام خداوند بزرگ، یک تا و بیم تا بر شما و به استاد گرامی ما آقای سیدی و به همه بیننده ها و شنونده ها سلام خود تقدیم میکنیم. اولا فکر میکنیم که بعد از اینکه همه انتظار ازی بودن که تعلیمات دخترانه باید در سال نو آغاز شود، که متکی هم از این فکر میکنه که نشوه که دنیا عکس العمل از حد زیاد نشان بده و همچون افغانا همچون یک مصاحبه را کردن، ولی مصاحبه ایش که ما تعقیب کردیم در او بسیاری ایشان از
ای بودن که ما اینی اینی کارا را کردیم، ما مستحق ازیستیم که ما را به رسمیت بشناسین و با ما تعامل بکنین. بله. نه بر این که یک چیزی باشه که برشان دنیایی که میخواهن که عبارت از یک حقوق شهروندی است و حقوق زنا از قبیل تحصیل و همچنین کار استفاده نکردن از خاک افغانستان علیه دیگرا و یک حکومت همه شمول، این چیزا را اگر پیش از پیش یک اقدام میشد ای سخنی که اینا گفتن یک ست میکدن. ولی باز هم اگر اینا گفتن که ما به دنیا با تعامل حاضر هستیم خوب است، ولی این تعامل با کدام شیوا و با کدام مکانیزم پیش برود این خیلی مهم است. حالا جالب است که امارت اسلامی میگه که ما با دنیا تعامل میکنیم ولی تحریم ها برداشته شود، پیش شرط گذاشتن برای تعامل. خب موضوع است که این کار درست است؟ میتونه به تعامل بیانجام؟ ایره مسائل یک طرفه گفته میشه در سیاست. وقتی که مسائل دو طرفه گفته شود که فرضاً اینی مکلفیت از ماست، اینی مکلفیت از دنیاست، باز در او صورت میتونیم که ما یک دریچه را به گفتمان آن چیزی که برمیگشت مسئولیت امارت اسلامی بود به این مقاله گنجانیده نشده که باید انجام میداد که دنیا انتظار شد. یقینا ما از امارت اسلامی میخواهیم که حد اکل اگر دیگه چیزی امکان نداشته باشه یک پروپوزل را در میز دنیا بگذارین که بگوین که ما از خاطر که بازگوشایی مکاتب بکنیم و به طبقه و ناز زمینه کار فراهم کنیم، اینی موارد مزارات داریم، شما کمک بکنین. بسیار تشکر. آقای سعیدی، همونطور که شما گفتین در این مقاله بیشتر تلاش شده که دستاوردهای خود امارت اسلامی به روح جهان بکشه، ولی آن چیزی که در مورد تعامل دنیا پیش شرط گذاشتن، بحث تحریم ها را گفتن باید برداشته شود، باز ما آماده تعامل هستین، چه برداشت میکنین با این روی کرد کار به کجا خواهد کشید؟ دوشته آقای متقی خیلی دور و دراز بود، اما محتوای کلی را که در روی یک میزی مذاکره باید با کسی بحث کنه این محتوا را نداشت. باید حداقل جناب آقای متقی اگر اعتراف نمیکرد که ما این کار باید میگفت که ما حاضر هستیم در سر میز مذاکره روی باز شدن مکاتب دخترانه، روی مسائل حقوق بشر، روی آزادی بیان، روی حکومت همه شمول، روی انتخابات، روی قانون اساسی بحث کنیم. حتی کلمه بحث را هم به زبان نآورد. یعنی چی؟ منو اون چی را که آقای متقی تشریح داد گفت اینا خط سرخ ما است، امنیت آوردیم، عفو عمومی کردیم، حکومت ما سرتاسری است، جنگ ختم شده. من نمیگم که میگفت که ما پیش از پیش مکاتب باز میکنیم، باید میگفت که ما حاضریم روی از اینا بحث کنیم. حتی کلمه بحث مطرح نکرد. من فکر میکنم حالا خیلی ناوقت شده. حالا دنیا آماده تعامل با طالب نیست در حال حاضر. تا وقتی که خطای سرخ دنیا را طالب عملی نکنه این بحث ها و این نامه ها جایی را نمیگیره. میشد که این نامه از تلویزیون ملی افغانستان نشر میشد، میشد که از طریق نهادهای دیگر میشد، چون تلویزیون الجزیره را مردم میدانند که یک تلویزیونی همسو با طالب است، از قطر است. بنابراین با گذشت 24 ساعت که به پیشتر تشریح کردم، من انتظار داشتم که یکی از کشورها یا یکی از شخصی ها حداقل تمکین کنه، ولی هیچ نوع اعتنایی به این نامه صورت نگرفت. بنابراین احساس میکنم که جهان با اونچه که میگه استوار و پایدار. ولی آقای سعیدی، این نامه با توجه به واکنش هایی که شما گفتین از دربار واکنش نشان داد و کسان دیگری، چطور یک رابطه را میان امارت اسلامی و دنیا در واقع در بوته آزمون قرار داده؟ پس از این نامه آیا تاثیر داره در روابط دنیا با حکومت سرپرست؟ ببینین، در تعامل با طالبان خواستای دنیا معلوم است، حاجت به تکرار نداریم. و خواستهای طالبا هم معلوم است. بنابراین وقتی که شما میخواهید به تعامل کنید، پیش از پیش باید اجنده را مشخص سازید. بگوین ما حاضر هستیم با امریکا مذاکره کنیم با این شرط. طالب میگه که دارایی ما را بده، تحریم ها را وضع کنه، اما نمیگه که در مقابل ما چی میکنیم. در مقابل میگه که ما حاضریم با دنیا دستی دوستی دراز کنیم، اما نمیگه که دنیا با ما چی کنه.
سیاست تکرار میکنه، بسیاری گپ به تکرار شده بس. سیاست جاده طرفی نیست، باید منطق سیاست این است که وقتی که آدم نامه نوشته میکنه، طرح میکنه، خواسته های طرف مقابل را مطرح کنه، بگویه، نگویه که امر میپذیریم، بگویه ما حاضر هستیم در میز مذاکره روی این موضوعات که تقاضای شما است و این موضوعات که تقاضای ما است تبادل نظر و تبادل افکار کنیم. بسیار جا تشکر آقای سمکنی. همونطور که آقای متقی در این مقاله گفته، رهبران تازه افغانستان باورمند است به گفتگو و تبادل نظر هستند، اما این اقدام باید از هر دو طرف انجام شود، چیزی که آقای متقی میگه. ولی آقای سعیدی میگه بس جاده یک طرفه است، فقط هر چیزی که مربوط به خودشان میشه مطرح کردن. و ملاحظاتی که شما پیشتر داشتین در مورد مثلا که دنیا انتظارش داره، حداقل تا این جای کار در ماه عمل مکاتب باز میشد، همینطور که ممکن هنوزم بسته مانده و هیچ پاسخی هم دریافت نمیکنیم. همینطور موضوعات دیگر هم بحث برانگیز است میان دنیا و امارت اسلامی. بعد از این فکر میکنین با این روی کرده که هم امارت اسلامی در پیش گرفته و هم دنیا از پیش شرطهایش عقب پا نمیکشه، افغانستان با چه سرنوشتی روبرو میکنه؟ خب هوایده است که وقتی که بین هر دو طرف یک گفتمان باز صورت نگیرن و در اینجا از همه گی افغان ها نظر خواسته نشوه، فکر میکنیم هر فرمولا ناکام است. از او خاطر آله که بحث دو جانبه گفته شده است، جناب استاد ما اشاره کرد که خواست های اونا را هم طالب واضح کردن. از دو خاطر میگن که سریعزی فشاری ندارن، سریعزی دارن که ما را به رسمیت بشناسین و از تعذیرات ما را بکشین و پولی را که شما گرفتین اونا را آزاد بسازین. از دو خاطر اگر در اینجا بحث کلی با توافقنامه دوحه صورت میگرفت که بند دومش که توافقات بین یعنی مذاکرات بین الافغانی بود، اگر سریعزی متمرکز میشد، باز در او صورت ما گفتم میتونستیم که یک حرکت دیپلماتیک به طرف. ولی بارها از سوی امریکایی که همین توافقنامه را با امارات اسلامی امضا کردم گفته میشه، آقای خلیلزاد مصاحبه‌ای که با ما داشت در مورد عملی شدن توافقنامه تاکید کرد، و همچنان بعدها آقای توماس فست صحبت‌هایش اگر نگاه بکنین، گفتگوهایی که با مقامات سیاسی پیشین وقتی بحث میکردن از گفتمان ملی صحبت میکنن، فقط صحبت میشه ولی در عمل گام جدی برداشتن نمیشه، فکر میکنین چرا؟ خب در اینجا اگر ما نظر اندازی بکنیم و فکر بکنیم سر ازی که افغانستان صلاحیت در دست افغانان نیستن که هم صلاحیت جنگ داشته باشه و هم صلاحیت صلح داشته باشه، ما متاسفانه که اینمی پتانسیال را از دست دادیم تا یمی 45 سال. حال دنیا که به طرف دو قطبی میره، از او خاطر امریکا اولویت دادن به مسائل روسیه و همچنان مسائل چین و ایران. اونا امی وقت را تقریبا در یک حالتی ماندن که نه پیش بریم و نه پس، تغذیه میکنه، ارتباطات هم قیم میکنه، در حالت گفتمان هم میمانه، مذاکره صرف مذاکره میگن، ولی عملشان نیست. عملشان وقتی خود باشه که امریکا از طرف روسیه و چین و ایران یک کم واری فرصت پیدا بکنه، بعد از او سر مسئله افغانستان اونا بحث میکنه. آقای سعیدی، یک موضوع دیگه که آقای متقی به او اشاره داشت، خواهان همکاری با ایالات متحده آمریکا شدند و این نوع نگاه که شما به این همکاری فکر میکنین، حالا امارت اسلامی میخواید چی است؟ برداشتی که از همکاری با آمریکا چی میتونه باشه؟ ببینین، امریکا یک ابرقدرت جهانی است، پولها هم توسط امریکا کنگل شده، ولی طالب خود تا زیاد مدتی که من به خاطر دارم طالب امریکا را یک اشغالگر و حالا که حاضر شده با یک اشغالگر تعامل بکنه کار خوب است بکنه. اما من اون چی که در مکاتب باور دارم، بعضی از رسانه ها و بعضی از تحلیلگر ها به این باور بودن که بستن مکاتب در افغانستان به دستور پاکستان صورت گرفته، دیروز این حقیقت ثابت شد. دیروز عمران خان نخست وزیر سابق پاکستان گفت که تا زمانی که شما طالبان رو به رسمیت نشناسید مکاتب باز نمیشه، هر وقت که به رسمیت شناختیم باز میشه، یعنی ما دستور میدیم که باز کنن. بنابراین
مداخلات بیرونی را ثابت میکنه گفتار مردم. از سوی دیگر من فکر میکنم که مردم افغانستان مردم عاجزی، مردم ناتوانی هم به فقر و ناتوانی ها دست میکنن. حتی بعضی ها به اون اندازه سر پایین میارن، به اون اندازه سر فرود میارن که یک تا جنرال های متقاعد شمشیر تحویل میکنن به یک از معاونین طالبان. بنابراین مردم ناتوانی هم که به جنرال هاشون به حد جای رسیده که بگن گردن ما و شمشیر شما گردن ما و شمشیر. بنابراین مردم افغانستان در فقر و دست و پنجه و مشکلات دست و پنجه درد میکنن. من به این باور هستم که دنیا با این نامه ها در حال حاضر تمکین نمی کنه. باید اگر طالب می خواهد واقعا حکومت کنه در افغانستان ادامه پیدا کنه، در قدم اول تفاهم بین الافغانی را آغاز کنه. فکر میکنید چرا همین موضوع نمیشد؟ فقط متکی هستن به نامه ها و اعلامه ها و هشدار ها و نشست ها، همین گونه ادامه داره؟ ببینید آقای متقی میگه به امریکا و جهان ما تعامل میکنیم. بسیار خوب است که اول با مردم افغانستان تعامل کنیم. مذاکرات بین الافغانی بهترین راهگشا برای آینده افغانستان است. تا هنوز تمام نهادهای سیاسی اجتماعی به شمول مدافعان منافع ملی که ما در رهبریت آن هستیم، ما بار بار تقاضا کردیم که با شرایطی که داریم که قانون اساسی انتخابات، آزادی بیان، باز شدن مکاتب، ما با پذیرفتن این شرایط از طرف طالبان حاضر هستیم با طالبان مذاکره کنیم. ولی طالبان به هیچ نوع مذاکره بین الافغانی تمکین نمی کنند. بهتر است اول به مذاکرات بین الافغانی تمکین کنند، بعدا با تفاهم جهانی روی بیارند. ولی فکر میکنید این بگومگوها تا چه زمانی ادامه پیدا میکنه؟ بحث روشن شدن سرنوشت افغانستان است، تکلیف مردم کشور است. بهترین رای است که طالبان به مردم افغانستان تمکین کنند، اعتراف کنند. مردم افغانستان را جز این سرزمین و این کشور بدانند. مردم افغانستان را در پهلو خود نگاه کنند. وقتی که مردم افغانستان در پهلوشان بود، جامعه جهانی بدون تشویش تمکین میکنه و راه خود را پیدا میکنه. اما جاده های یک طرفه نمیتونه ما را به جای برسن. بسیار زیاد تشکر. آقای سمکنی، در مورد بحث تعامل، خب به آماده همکاری با جهان موضوعش مطرح کردن، ولی بعضی ملاحظاتی از سوی امارت اسلامی در این نامه حک شده، در مورد سیاست مستقل بی‌طرفانه سخن زدن، در مورد حساسیت های دینی و فرهنگی برای کشورهای منطقه و جهان پیام داشتند که باید اونا این چیزا را در نظر بگیره. برداشت شما چی هست از این موضوع؟ خب اگر مسائل از قبیل دین باشه، خب دین خب یک دین است، کلگی مسلمان ها با اونا باید یکسان فکر بکنه و یکسان او را بپذیره. در این خب ما نمیتونیم که در افغانستان یکی باشه در دیگر دنیا دیگر رقم باشه، ولی در اینجا باید از علمای دین همه کشورها باید یک کنفرانس سرتاسری ساخته شود که اگر کدام ملاحظات داشته باشن که ما از او خبر نداریم، باید سریعزی بحث شود. بالاخره یک موزیگیری واحد را با کی بسازه؟ جهان با امارت اسلامی این کنفرانس مشترک بگیره؟ گرچند کنفرانس های متعددی در سطح منطقه، حتی هم در همین پاکستان گرفته شد. سازمان همکاری اسلامی یک نشستی بسیار کلان گرفت و چندین نشست ها در ترکیه، در اندونزیا موضع گیری شد بر علیه وضعیت و در مورد مکاتب بسته ماندنش و در مورد حق آموزش و حق کار. شما در جریان هستید؟ خب درست است، ولی راه کشا نبوده. ولی هدف است که آله اگر به افتکار امارت اسلامی کار صورت بگیره، باز دو صورت هر آنچه که اونا فیصله کردن اینا را باز بالای خودم بکبلانه و ضرور است که باید کبلانده شود، چرا که ما باید یک موزیگیری واحد اسلامی را به وجود بیاریم. در مورد سیاست یک چیزی دیگه است. سیاست تعاملاتی است که ما باید همه جانبه به دنیا باید تعامل داشته باشیم، نه در یک عرصه. ما بیشتر از این که ما چی باید کرد، این مهم است. خب یکی دنیا است، یکی افغان هستیم. ما باید دیگه انتظار دنیا نشینیم. ما باید در بین خود یک طرح را ایجاد بکنیم که بروی از این ما چطور بتانیم که پالیسی داخلی و پالیسی بیرونی را بسازیم. پنج تا اقدامی که به نظر شما برداشته شود چی میتونه باشه که برای اینکه وضعیت
بهتر شود و رابطه با دنیا تامین شود و خواسته هایی که همه طرف ها میخوان به کرسی عمل بشینه. خب دنیا هر وقت اینطور نمیتونه که سر دیگر را حکم بکنه، ولی دنیا هر وقت منتظر مردم او خطه هستن که اونا در وجود چی نوع زندگی میخواید و چی میخواید. اونا را باز بر روی میز دنیا میمانند که ما اینمی را میخواهیم، این خواست ماست. هر وقتی که اتفاق شد، یک با وحدت شد، یک صدا شدیم، باز در وقت هیچ کس نمیتونه که علیه ما یک برنامه ویژه را بکشه، در روح ما بکشه. از او خاطر ما سریزی و پافشاری داریم که ما باید از انانات وطنی خود که لوی جرگز باید کار بگیریم، که در این لوی جرگه از همگی اقوام و اکناف و اصناف و کلگی باید یک جرگه گرده هم بیاییم که بازدوجه ما بگوییم که اینمی چیزی که خواست دنیاست، ما چی بدیل را باید داشته باشیم و این خواستایی که بین جامعه ماست چیست که سر اونا فکر بکنیم. اگر اولشان از داخل را ما حل بکنیم، باز میتونیم که از بیرون هم به مبنای خواست داخلی ما پالیسی بیرونی را بسازیم. باز در او صورت ما میتونیم که دنیا را وادار به خواستهای خود بسازیم. آن خود دنیا با ما کمند میکنه. امی کمند کردنش دنیا یک در مقابل خود ما و شما یک حکارت هم است و به نتیجه هم نمیرسیم. از او خاطر است که باز اختلافات خدا نکنه که در بین جامعه ما بروز نکنه. بسیار زیاد تشکر. آقای سیدی، گرچه همین سوال بسیار کلیشه‌ای شده که راه حل افغانستان به کجاست و در منطقه میبینین شما به دست کشورهای همسایه است، به دست فراتر از منطقه است، به دست کشورهای غربی است یا در داخل هست، همونطوری که آقای سمکنه روی بعضی راه حل ها اشاره داشتن، در کجاست، چطور میشه از این بنبست گذشت؟ راه حل اساسی افغانستان خودخواهی، جاه‌طلبی، قدرت طلبی نیست. رای حل اساسی است که افغان ها همه دوری هم بشینند، به خاطر آینده وطن خود تصمیم بگیرند، بحث کنند، صحبت کنند. هیچ کس، همه افغان ها باید خود را چارک و پو ندانند، همه خود را مسخال بدانند، همه خود را مسخال بدانند. بلند با قدرت طلبی ها، با زور، با تفنگ ما به جایی نمیرسیم. اما ما حالا با گذشتی ببینید بعضی چیزهای است که ما دیگر نمیتونیم جبران کنیم. فرض میکنیم این همین مکاتب دختران فردا با لایمت الله باز کرد، 500 روزی که دختران به مکتب نرفته، مشکلی که ایجاد شده از درس و تعلیم مونده، توان ازی را کی میده؟ توان ازی را تاریخ داده میتونه، بشریت داده میتونه توان ای ظلمه، ای استبداده، کی میده؟ بنابراین من فکر میکنم که طالبان بهترین راهی است که رجوع کنند به مردم افغانستان، رجوع کنند به مردم افغانستان، مردم افغانستان را تلاش کنند یک جا با خود در پهلو بیارند، همه خود را مثال حساب کنند، نه یک کس خود را من حساب کنه و نه یک کس دیگر را خورد حساب کنه. در غیر از او و از سوی دیگر که شما میگوید، من تکرار میکنم که هر کس لاف میزنه که استقلال آزادی، استقلال آزادی، ما از اشغال خلاص شدیم. ببینید در دنیای متمدن امروزه بدون دنیا زندگی کردن، اگر کسی میگوید که بدون تعامل با دنیا، بدون همکاری دنیا، من تنها کشوری هستم که زندگی میکنم، احمق سیاسی بیش نیست، احمق سیاسی بیش نیست. سیاستی است که هم با خود تعامل کرد، هم با مردم تعامل کرد، هم با دنیا تعامل کرد، چیزی داد، چیزی گرفت، از اقتصاد دنیا استفاده کرد، از سیاست استفاده کرد. اگر کسی بگه من مستقل هستم، پروای دنیا ندارم، اون را باید آدم نام مند که دیوانه سیاسی یا احمق سیاسی. بسیار زیاد تشکر آقای سمکنه. فرصت بیشتر از یک دقیقه فرصت داریم. جنبنده شما از این بحث چی است؟ اگر تعامل رقم نخوره چه خواهد شد؟ خب تک معامل کمابیش مثل سابق واره میمانیم که هیچ کس با ما روابط قیم نمیکنه و ما را به رسمیت نمیشناسه و ما در انزوا میمانیم. از او خاطر ضرورت ای را میدانیم که ما باید دست به کار شویم، دست به علاشه نشینیم، بالاخره از خود شروع کنیم که ما بالاخره چی میخواییم. اگر ما موتور به بیرونی ها صلاحیت زیر میتیم که اونا چی افتکار را انجام میتن، ای با معنی زیست که ما به اونا دست دخالت
اجازه میتیم که در امورات ما بدنن. ما باید از خود قوی باشیم، افغان هستیم، یک رای عمومی را بیرون بکشیم. سپاسگزارم آقای سمکنه و آقای سعیدی. از حضورتان به همین ترتیب میرسیم به پایان فراخبر. از شما سپاسگزارم. شب بخیر.